بینندگان گرامی، درود به شما. برنامه این هفته سینما اختصاص داره به نمایش بخش دوم فیلم طبیعت بیجان که بخش اول اونو هفته پیش دیدیم و همونطور که هفته پیش توضیح دادم، این فیلم ساخته سهراب شهید سالسه که فیلم‌های بسیاری رو در ایران و همینطور در آلمان کارگردانی کرد و ساخت. شهید سالس فیلمسازی بود که در تبعید درگذشت، اما از خودش آثار ارزشمندی باقی گذاشت که سبک و سیاق ویژه‌ای داره. سبک کار سهراب شهید سالس نوعی سینماست که همه چیز رو در نمایی ساده و واقع‌گرا و یا بهتره بگم طبیعت‌گرا بیان میکنه. اگرچه فیلمساز کمتر به قضاوت درباره آدم‌ها و زندگی اونا که نمایش میده میشینه، ولی با نمایش غیر قهرمان گرایانه شخصیت های فیلمش نمایش واقعی زندگی رو همونطور که اتفاق میفته پیش چشم تماشاگر میذاره تا خود او به قضاوت درباره این زندگی بپردازه. در چنین سینمایی از اونجا که نمایش پرهیجان و پر رفت آمد و پر شر و شور رویدادها امکانه تمرکز فکری رو از تماشاگر میگیره، به همین دلیل فیلم‌های سهراب شهید سالس با رجوع به ماجراهای ساده و به ویژه با نمایش رویدادهای معمولی زندگی با همون ریتم و ضربانی که در یه زندگی آروم موجوده فضایی فراهم میکنه تا بیننده آثارش بتونن واقعاً با اون چیزی که در برابرشون میگذره فکر کنن و به قضاوت اندیشمندانه وادار بشن. نمایش ساده غذا خوردن و خوابیدن و بلند شدن و کار کردن میتونه از نظر این نوع سینما جالب باشه. سهراب شهید سالس فیلمسازی بود با گرایش چپ و با جمهوری اسلامی که روشنه، همینطور با رژیم شاه هم سر سازگاری نداشت و پس از خروج از ایران در زمان شاه تهیه کنندگان لازم رو برای فیلم‌های خودش در آلمان که با دیدن فیلم‌های ارزشمند او پی به اهمیت کارش برده بودم پیدا کرد و به فیلمسازی ادامه داد. فیلم‌های سهراب شهید سالس در ایران و آلمان لیست بلندی رو تشکیل میده که چندین اثر او جایزه بین‌المللی رو صاحب شد و برخی از فیلم‌های او هم در ایران عبارت بودند از بزم درویشان، رستاخیز، دومین نمایشگاه آسیایی، نمایشگاه 48، رقص های تربت جام، رقص بجنورد، آیا، سیاه و سفید، یه اتفاق ساده و طبیعت بیجان. و همینطور در آلمان فیلم های دیگه ای ساخت که عبارتند از در غربت، زمان بلوغ، خاطرات یه عاشق، تعطیلات طولانی لوته ایزنر، نظم، آخرین تابستان گرابه، آنتوان پچخوف، یک زندگی، اوتوپیا، گیرنده ناشناس، هانس نوجوانی از آلمان، فرزند خوانده ویرانگر و گلهای سرخ برای آفریقا. اما مشخصات فیلم طبیعت بیجان که میخوام این هفته و هفته بعد برای شما نمایش بدم ایناست. فیلمنامه‌شو سهراب شهید سالس نوشته، تهیه کننده پرویز صیاد، مدیر فیلم برداری هوشنگ بهالو، بازیگران زادور بنیادی، زهرا یزدانی، حبیب‌الله سفریان، محمد کنی و بقایی و محصول سال 1354. این فیلم جایزه خرس نقره از هیئت داوران بین‌المللی برای بهترین کارگردانی و جایزه بهترین فیلم از طرف منتقدان فیپرت و جایزه هیئت داوری کاتولیک ها و هیئت داوری پروتستان ها از جشنواره بین المللی فیلم برلین رو در سال 1974 برده. داستان این فیلم ساده است. یه سوزنبان پیر قطار سالهای عمر خودش رو در محل دور افتاده گذرونده و فراموش شده. همسر این سوزنبان برای کمک به گذران زندگیشون قالیچه میبافه. تنها پسر اونا هم که به خدمت سربازی رفته فقط یه بار هنگام مرخصی پیش
پدر مادرش پیرش میاد و شب رو پیش اونا میگذرونه و صبح به شهر برمیگرد. یه روز بازپرس راهن همراه دو نفر کارمند به محل خدمت پیرمرد میان و برای ساختمان محل دستوراتی میدن و از پیرمرد چند سوال میکنن و به شهر برمیگردن. بعدها نامه‌ای به دست پیرمرد میرسه که حاوی حکم بازنشستگیشه. روز بعد سوزنبان جوانی از شهر به محل کار پیرمرد میاد و جانشین او میشه. این اتفاق برای پیرمرد باور نکردنی به نظر میرسه. به شهر میره تا با رئیس صحبت کنه و از او بخواد تا اجازه بدن به کارش ادامه بده. ولی اونا نمیپذیرن و پیرمرد باید کارش رو ترک کنه. فردای اون روز پیرمرد به اتفاق همسرش محل سکونتش رو تخلیه میکنه و میره. توضیح دیگه اینکه این فیلم رو نشریه سینمای آزاد به سردبیری بصیر نصیبی در اختیار ما گذاشته و چون زمان نمایش این فیلم دو برابر زمان برنامه سینما سینماست، ما این فیلم رو در دو هفته پیاپی نمایش میدیم. اکنون بخش دوم این فیلم رو میبینیم. کی اومده؟ الان اومده. بش بخوابه. خسته اید. Thank you.
استخوانش در اومده. چرا کاغذ ندادی؟ یکی فرستادم. دست ما که نرسید. یکی فرستادم. کی برمیگردی؟ فردا. میخوام ما رو ببرن اهواز. اهواز دیگه کجاست؟ از اینجا تا اونجا با ماشین 2 روز راه است. دوره. دوره. آبو بده من. یه راه خرابه. آره جاده رو برده. آخرش خط آب میبره.
ببین استخوان از چجوری در اومده. یکم پول بش بده. میدم میدم. نه خداحافظ. خدا به همراه. کاغذ بنویس. چیه؟ من که سواد ندارم. بخوام به چی نوشته؟ راهان شما آقای محمد سرداری، راهبان اداره خط نایه راهان شما، به موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما آقای محمد سرداری، راهبان اداره خط نایه راهان شما، به موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما با ماده 37 قانون استخدام کشوری بازنشسته می شوید. راهان دولتی ایران 16/11/1349. یعنی چی؟ یعنی بازنشسته شدی. یعنی چی؟
یعنی برو تا آخر عمر بگرد دیگه. چی شده؟ از کار بیکار شدم. میدونم کار کیه. اون سه نفر که اومدن اینجا. برو شکایت کن. بگو خونه زندگی نداره. کجا بره؟ از کار بیکار شدم. چرا نمیخوابی؟ یه میخوابم.
سلام. چی کار داری؟ بهم گفتن بیام اینجا. اومدم سر کارم. کی گفته؟ رئیس. کدوم رئیس؟ رئیس دیگه. یکی فرستادن جای من. از کار بیکار شدم. بیرون نشسته. از کار بیکار شدم. غذا خوردی؟ دوباره شام تا بخور. دوباره شام تا بخور.
من میرم بیرون خط آب نبرم. آب چیکار داره به خط؟ سلام علیکم. چه میخوای آقا؟ با رئیس کار دارم. چه کار داری؟ کار دارم. بگو چه کار داری؟ یه کاغذ دارم. بده ببینم. جناب سروان، یه راهبان اومده اینجا، یه کاغذ آورده بدم به شما. چه کاغذیه؟ حکم بازنشستگی قربان. بیا جلو ببینم چیه.
این به ما مربوط نیست، باید بره اداره خط. برای قربان این کاغذ عوضی آوردی، به ما مربوط نیست. از کجا برم؟ از این در میری بیرون سمت راست، بعدش میپیچی سمت چپ، یه ساختمان سفید است همونجاست. بابا چی میخوای؟ هیچی هیچی. چی میخوای؟ نیم بود عرق. ماست میخوای؟
زمین ها رو مفت مفت خرید، حالا متری 55 تومن ازش میخرن نمیده. سلام علیکم. چه کار داری بابا؟ بیا جلو. چطور شده بابا جان؟ برو به سلامت. باز نشستی؟ برو دیگه. برو بابا جان، برو. یه دفعه نشد ما تو عکس خوب بیافتیم. اینو ببین چی شده. میشناسیش؟ شوهر کرده. نه بابا. این یکی پسرعموی مادرمه. الان توی آمریکاست. وضعش خیلی خوبه. یه فروشگاه باز کرده. اینم مصطفاست. سیبیل داشت یادته؟ بیا قند بردار. تو که هنوز اینجایی بابا؟ چند سالته؟ برو بابا جان، برو. کجا برم؟ 30 سال خدمت کردم، خونه زندگی ندارم. برو به سلامت. نامتو وردار و برو. برو بابا، خوش اومدی. قرار شد جمعه یه ماشین بگیریم بیایم سراغ شما. آبا مسخره کردین، اون جمعه هم همینو گفتیم. ما یه ساعت تو خونه منتظر شدیم نیومد. جان تو برای بچه ها نذاشتن. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه سینما سینما به پایان میرسه. تا برنامه بعد، روزهای خوبی براتون آرزو میکنم.